بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. على من سأل عن شيعة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم مع نبيه تطهيرا، فهم العارفون بالله العاملون بأمر الله أهل الفضائل والفواضل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد. قبل از این تعطیلات یک روایتی رو از بهار الانوار قرائت کردیم که مضمونش مطابق خطبه متقین است که در نهج البلاغه آمده، با اندکی تفاوت بین عباراتش، از جمله اینکه در این خطبه حضرت به عنوان اوصاف شیعه ذکر می فرمایند، در اونجا به عنوان متقین. مخاطب هر دو هم حمام است و یک بار هم به حمام بیشتر این مطلب گفته نشده، برای اینکه آخر بیانش ایشون صیحه می زنه و از دنیا میره. در هر دو روایت آخرش این هست. پس اختلاف در نقل، چون نقل بهار مفصل تر بود ما از بهار نقل کردیم. بنای نهج البلاغه هم بر تلخیص هست. به هر حال رسیدیم به اینجا که حضرت دست زدن روی شانه حمام و فرمودن الا من سأل عن شیعت اهل البیت، ای کسی که درباره اوصاف شیعیان سوال کردی بدان شیعیان چنین کسانی است. العارفون بالله، کسانی که معرفت به خدای متعال دارند. العاملون به امر الله، به دستورات خدا عمل می کنند. اهل فضائل و فواضل هستند، جامع فضیلت های اخلاقی هستند. بعد شروع می فرماید به تفصیل این فضائل، یا بفرمایید علائم این فضائل. در حدود 70 جمله در علائم شیعه بعد از این کلیات بیان می فرمایند. خب میشه درباره هر جمله یه بحث مفصلی را مطرح کرد و در اطرافش توضیحاتی داد، شواهدی نقل کرد. می شدم همه اینها را در یکی دو جلسه یک ترجمه گویایی کرد و رد شد. معمولا ما در اینجا حد وسط رو می گیریم، نه اونچنان بست زیاد می دیم که خسته کننده باشیم و نه اونچنان با اجمال میگذرونیم که درست مقاصد در حد فهم ما هم روشن نباشه. اگر خدا توفیق بده انشاءالله در طی چندین جلسه این اوصاف را یا این علائم شیعه را بر اثر این روایت به اندازه‌ای که خدا توفیق بده توضیح بدیم.
راجب اون جمله های کلیست که هم العارفون بالله العاملون بامر الله در جلسات قبل توضیحاتی دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اما از اینجا که می فرماید من منطقهم الصواب، سخن ایشان راست و بجاست، یعنی اولین وصفی که تفصیلا برای شیعیان ذکر می فرماید تأکید بر راستگویی است. خب در اینجا خیلی میشه بحث را گسترش داد، هم درباره مفهوم صدق، مصادیق صدق، احکام فقهی صدق، استصلاحات صدق و چیزهای دیگری که خب معمولا در کتابهای اخلاقی و اینها بزرگان بحث کردند و انشاءالله که آقایون هم حوصله داشته باشند مراجعه میفرمند استفاده میکنند. ما ایسایی که نکته هایی که به نظرمون مهمتر میرسه روش تأکید میکنیم. اولا باید بدونیم که در بیانات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین روی دو مفهوم بسیار تأکید شد، به صورت های مختلفی از خود پیغمبر اکرم از ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اهمیت این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. همون که در فارسی میگیم راستی و درستی، صدق الحدیث و اداء الامانه. روایات متعددی داریم از امام زین العابدین، از امام صادق صلوات الله علیهما و سایر ائمه هم که اگر میبینید کسی زیاد عبادت میکنه یا زیاد روزه میگیره، زیاد نماز میخونه، اینا شما را فریب نده، اینها دلیل نیست بر اینکه شخص مقربی است، محذبی است. چه بسا اینها عادت شده براش، اگر ترک بکنه اصلا ناراحت میشه. ترک کنه، تعبیر روایت اینه که ربما یستوحش. این طبیعی است، آدم به هر چه عادت کنه، چه کار خوب چه کار بد، اگه ایش جریانی پیش بیاد نتونه اون کار رو انجام بده به موقع خودش، احساس کمبودی میکنه. اینه که صرف اینکه یک کسی زیاد عبادت میکنه، این نباید آدم رو فریب بده. چه بسا روی اغراض خاصی این کار رو شروع کرده برای اینکه مردم رو جذب کنه، بعدم دیگه عادت کرده بهش. اونی که مهم هست اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. اگه میخواد افراد رو بسنجید که واقعا آدمی صالحی هستن یا نه، با این دو چیز اونا رو امتحان کنید، این چقدر راست میگن و چقدر درست کاره. روایاتی هست که خدای متعال هیچ پیغمبری رو مبعوث نفرمود مگر با این دو چیز. این چیزیست که همه انبیا برش تأکید کرده و شاید اون چه در فرهنگ عمومی انسانها باقی مونده از حسن راستگویی و مدح درستکاری، این میراث تربیت‌های انبیا سلام الله علیه اجمعین هست. البته فطرت انسان هم طوریست که طالب راستگوییست و طالب درستکاری است، ولی خب انگیزه هایی پیدا میشه که آدم از این مقتضای فطرتش تخطی میکنه، منحرف میشه. اصولا سخن گفتن بد نیست، آدم این مقدار فکر بکنه درباره نعمت های خدا و اینا. بدترین چیزی که آدمیزاد عاقل بهش مبتلا میشه غفلتی است که در اثر عادت پیدا میشه. آدم نکته های خدا گله میکنه در قرآن، این همه آیات رو من در
عالم به مردم نشون میدیم و اونا هم تو میگذرند ازش در حال غفلت، دقت نمی کنند، فکر نمی کنند. این چیزیست که همه ما کمابیش مبتلا هست، همه ما کمابیش مبتلا هست. همه چیز برامون عادی شده، اهمیت نمیدیم. خدا این چشمی که به آدم داده این چقدر میارزه؟ این موجه ها، این پلک ها، این ساختار این چشم، دونه دونه انگشت ها، اعصاب و این تدبیرهای خدا در عالم خراب داده، از آسمان ها، خورشید و ماه و ستاره. اینکه قرآن در اینا رو ذکر می‌فرماید، اندیشه کنید درباره خلقت آسمان و زمین، ماه و خورشید. دونه دونه اسم می‌بره، چند جا دارد که ما خورشید را قرار داریم، چگونه میتابند در شما، ماه چجور. ولی ما با اینکه تو قرآن چندین بار تأکید شده، کمتر فرصتی شده بشینیم فکر کنیم واقعا یعنی چی اینا. در نعمت‌هایی که در وجود خود ما هست، همینطور که عرض کردم، نعمت‌های محسوسش هم درست فکر نمی‌کنیم، چه رسو اون نعمت‌های باطنی که اونا بیشتر احتیاج به فکر کردن داره و شناختن. اهمیت عقل، اهمیت معرفت، اهمیت ایمان و چیزهای دیگه. به هر حال حالا یکیش سخن گفتنه. این مسئله اینقدر مهم هست که در قرآن، در سوره الرحمن که عروس قرآن است، با این جمله شروع میشه: الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. وقتی نعمتهای خدا را میشماره و بعدم خطاب میکنه به همه جن و انس که فبعی آلای ربکما تکذبان، کدوم از اینها قابل انکاره؟ اولین چیزی را که بعد از خلقت اصل انسان ذکر میکنه اینه که علمه البیان، بیان کردن خدا به انسان یاد، قدرت سخن گفتن. خب این استعداد را خدا در وجود انسان قرار داده، اما خب بچه که متولد میشه که از اول حرف زدن بلد نیست. این تعلیم الهی به وسیله اسباب و مسبباتی است که خدا فراهم کرده، عملا نتیجهش این میشه که همه انسان‌ها سخن گفتن را یاد میگیرند و از این نعمت بهره مند میشه. اما این چقدر اهمیت داره؟ یه مقدار آدم اگر فکر بکنه که اگر سخنی در کار نبود، ما بودیم مثل حیوانات گنگ، حرفی نمی زدیم، چیزی از کسی نمی شنیدیم و خودمونم بلد نبودیم حرف بزنیم، چی می شود؟ نه زندگی مادی ما اداره می شود، نه رشد معنوی پیدا می کردیم، من از سعادت آخرت می تونستیم کرد. اون چه ما سعادت آخرت رو تضمین میکنه دینه. دین را ما از کتاب و سنت یاد گرفتیم، از قرآن و حدیث یاد گرفتیم، از بیانات معلمین و علما و وعاظ یاد گرفتیم. اگه اینا در کار نبود، سخن گفتن این در کار نبود، ما چون دین نمیدونستیم چی. دنیامون اون چه معلومات بشر امروز هست مرهون و مدیون گفتارهایی است که انجام گرفته و بعد برای ادامش، برای ثبات، تثبیتش به صورت نوشتار در اومده. نوشتارم انعکاس گفتارهاست. اگه سخن نباشه چی نمی‌نویسن؟ وقتی آدم چیزی میتونه بنویسه که چیز گفتنی داشته باشه، لفظی باشه که بشه ادا کنند، بعد این سمبولش میشه که خطوطی که اختراع میکنن مینویسند، قرارداد میکنن که این دلالت بر اون صوت داشته. وقتی سخن گفتنی نباشه نوشتنی هم نخواهد. و اگر انسان گفتن و نوشتن نداشته باشه با حیوانات چه فرقی میکنه؟ یه نکته لطیفترم من اینجا اشاره میکنم برای کسانی که تخصصهایی در این زمینه دارند، که اصولاً بعضی افکار هست که به کمک الفاظ انجام می‌بینه. یعنی مطالب انتزاعی را ما وقتی می‌خوان دربارش فکر بکنیم، ابتداءً مفهوم نداریم. اول یه مفهومی از محسوسات داریم، از اون محسوسات می‌آییم یک تشبیه، یک کنایه برای انتزاعیات درست می‌کنیم.
بعد اون لفظی که دلالت بر اون معنای انتزاعی میکنه اون تو ذهنمون حکم مفهوم رو پیدا میکنیم. این مطلب دقیق اصطلاح کسانی که روانشناسی ذهن کار میکنن میتونن اینا درست حلاجی کنن، بنده خیلی اهلش نیست. تا اونجا که بعضی گفتن اصلا فکر کردن سخن گفتن ذهنی است، یعنی اگه سخن نباشه سخن ذهنی هم نیست و فکر کردن همون سخن گفتن ذهنی است. اگر سخن نباشه فکری هم نخواهد بود. البته به نظر ما این مقدار اغراق‌آمیز است. سخن درباره محسوسات، فکر کردن درباره محسوسات بدون سخن هم میشه، اما در مفاهیم انتزاعی بسیار مشکله. بدون الفاظ، بدون الفاظ ذهنی، فکر کردن انتزاعیات و اعتباریات بسیار سختی، شاید اصلا عملا ممکن نباشه. به هر حال رو بگذاریم، این بین پرانتز بوی نکته اشاره کرد. پس اصل این که آدم میتونه حرف بزنه این نعمت عظیمی است. میشه گفت قوام انسانیت انسان به این سخن گفت. اگر آدم حرف نمیتونست بزنه آدم نبود، حیوان دیگه مثل میمون چیزای دیگه. اون چه از پیشرفت‌های علمی مادی در این عالم داریم و اون چه از رشد معنوی داریم مرهون سخن گفتن و بعدش نوشتن و انتقال مفاهیم هست. حالا این نعمت رو که خدا به آدم داده، آدمی زاد ظلوم کفور ناسپاس، ازش سوء استفاده. فایده این سخن گفتن چیه؟ اینکه این نعمت عظیم است و مقوم انسانیت هست. شاید اینکه در منطق قدیم به عنوان تعریف انسان میگفتن الانسان حیوان و ناطق، این ناطق بی ارتباط نبوده با اینکه سخن گفتن با فکر کردن و تعقل تلازم داره، که انهو گفتن الانسان حیوان و عاقل، بلا ناطق صرف زبان ادا کردن حرف نباشه مثل توتی. توتی حیوان ناطق نیست. به هر حال این عظمت این نعمت به خاطر اینه که یک کسی یک مطلبی را میداند با سخن گفتن به دیگری منتقل میکنه. یا خواسته خودش را به دیگری منتقل میکنه، معمولا در انشاءات و اینها چیزی را که میخواد دلش کنه، احساس خودش را، خواسته خودش را میخواد به دیگری منتقل کنه که من چی می دوست دارم، چی میخوام، چی از شما انتظار دارم، این کار را بکن، این کار را نکن. یا دیگری را میخواد از حالات خودش آگاه کنن، یعنی رفع جهل بکنه از طرف. او نمیدونه که او چی میخواد، میخواد با این حرف زدن بهش حالی کنه که من چی میخوام. یا یک واقعیتی را میدونه، این ندیده، خبر نداره، میخواد بهش منتقل کنه، خبر داشته باش امروز چرین شد، چه حادثه اتفاق افتاد. حالا اینا توسعه بدید تا رسانه ها و اون وسعتی که امروز در دنیا داره که محیط ما رو پر کرده از همین گفت و شنود ها و انهای مختلف. اگه اینا نبود چی میشد زندگی آدم؟ این نعمت برای این است که دانسته های کسی به دیگری منتقل بشه. کی این کار انجام میگیره؟ اون وقتی که اونی رو که میگه مطابق اون چیزی باشه که میدانه. اگه چیزی را که میدونه برعکسش رو به طرف بگیم، خب این نقض غرض میشه. نه تنها باعث نمیشه که او از دانسته های طرف مطلع بشه، گمراه هم میشه، خیال میکنه راست میگه، دروغ بودی اصلا، درست از مسیر منحرف میشه. باید او را به طرف راست ببره، او را به طرف چپ هل میده، اصلا از مقصد دورش میکنه. یعنی اون چه نعمت بود بدلو نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو به نقمت تبدیل می‌کنه. اونی که باعث این بود که مردم از
علوم دیگران، اطلاعات دیگران به وسیله سخن گفتن اطلاع پیدا کنند، وقتی دروغ شد به جای اینکه اطلاع صحیح پیدا بکنن اصلا منحرف میشن، گمراه میشن، ضدش براشون نتیجه میده. اونی که باید بشه کمک میشه خیانت، میشه گمراه کردن. اونی که باید نعمت به خدا باشه تبدیل میشه به نقمت. اگر همینا ما فکر کنیم که این نعمتی رو که خدا برای ما قرار داده که بتونیم دانسته هامون رو به هم منتقل کنیم، متقابلا از دانسته های دیگران استفاده کنیم، به دست خودمون اینو خراب کنیم، به نارا دروغ بگیم و جامعه‌ای که بعدش دروغ رواج پیدا کرد دیگه این نعمت به کلی، یعنی به راستاش هم دیگه اعتماد نمی کنه. دیگه سخن گفتن فایده خودش از دست میده. نه تنها تو این کلام دروغ فایده شو از دست میده، باعث میشه که اعتماد به حرفای دیگه شم نمی کنن. چوپان دروغو. این نعمت عظیم خدا که باعث مقوم وجود انسان است کل عدم میشه. ما با دروغ گفتن خودمون داریم چنین خیانتی به دستگاه آفرینش میکنیم. خلق الانسان علمه البیان را داریم باطل میکنیم. خدا بیان به ما یاد داده، سخن گفتن یاد داده، تا اینکه دانسته ها منتقل بشه به هم، مردم اعتماد کنند به خبرهایی که دیگران بهشون میدن، چیزایی که بهشون یاد میدن. وقتی من شد با دروغ گفتن اعتماد سلب بشه. اصلا هدف از این دادن این نعمت از بین میره، نقض غرض بشه. این که میگیم فطری هست، یعنی چون ما خودمون فایده سخن گفتن رو درک میکنیم ارتکازن، وقتی میشنویم از یه چیزی میفهمیم پس پاقایدش استفاده میکنیم دیگه. حالا یا خبر به یک منفعتی باشه یا خبر به یک ضرری باشه، بعد خودمون خودداری میکنیم. باران میاد، سیل میاد، خب جلوتر آدم مواظبت میکنه که در مسیر سیل قرار نگیره تا اندازه که میتونه خودش رو حفظ کنه. اگه اینو نمیدونست خب استفاده نمیکرد، جلوگیری از ضرر نمیکرد. یا مطالبی که راجع به بهداشت گفته میشه، فلان چیز فلان ضرری داری، فلان میکروبی نمیدونم، فلان رفتارهای غیر بهداشتی چه ضررهایی داره، اگه اینا را آدم به وسیله گفتن و شنیدن نمیفهمید. حالا ممکنه شما بگید که خب زبانم نداشتیم کتاب میخوندیم. حس کردم کتاب خوندن، کتاب یعنی منعکس کردن کلام، تا سخنی نباشد نوشته معنی نداریم. می نویسیم اون چیزی که گفتنی است. اگه گفتنی نبود نوشتن یعنی چی؟ پس فطرت انسان اقتضا می کنه که وقتی کسی حرفی باش می زنه این راست باشه تا استفاده کنه از این نعمت. خلاف فطرت هست، یعنی خلاف اون انتظاری است که به طور طبیعی انسان ها از هم دیگه دارن در زندگی اجتماعی. من منافع عظیمی که بر این مترتب میشه، و اگر پایه این ارزش از بین رفت، اساس همه تمدن ها، اساس همه ارزش ها، اخلاق، معنویات، علوم، معارف، توحید، همه چیز از بین، چیزی منتقل نخواهد شد. تعلیم و تعلمی انجام نمی، تبادل اخباری، اطلاعاتی انجام نمیگیره، ارتباطاتی بین انسان‌ها انجام نمیگیره. این نعمت عظیم را آدمیزاد میاد به خاطر یک منافع خیالی یا بسیار زودگذر و پست میاد تبدیل میکنه به نقمت. این اساس این بنا را فرو میریزه، ارزش سخن گفتن از دست میره، مردم دیگه به حرفا اعتماد نمی کنن، اون فایده‌ای که باید برای سخن گفتن مترتب بشه دیگه مترتب نمی شه. این است که این بزرگترین ارزشی است که باید انسان رعایت بکنه. در روایات داریم که همه گناهان را در
خانه ای در انباری انباشته کردن، قفلی به در آن زدن، کلید قفل همه گناهان دروغ گفتن. حالا اون یک تفصیل خاصی داره که خود شما شنیدید و بارها شدم گفتید، اما منظورم اهمیتشه که دروغ یه همچو خطر عظیمی. برای این که آدم مبتلا نشده این خطر، به این خیانت بزرگ به دستگاه الهی، از اول باید سعی کنن در محیط خانواده، در دوران طفولیت پدر مادرها سعی کنن اونقدر این را زشت وانمود کنن در خانه که بچه باور بکنه که این بزرگترین گناه است. این که در فرهنگ ما هست دروغ و دشمن خداست، شعار بسیار بزرگی است، اما به شرط اینکه ما خدا رو بشناسیم و دشمنی خدا بدونیم یعنی چی. فقط یک لغلغه زبانی نباشه که دروغ و دشمن خدا هست. واقعا بدونیم دوستی و دشمنی خدا یعنی چی، اون وقت دروغ و دشمن خداست، بدونیم چه گناه بزرگی است، که از این بزرگتر چی میشه. مؤمن کسی که ایمان داره به چیزی که همه انبیا به اون دعوت کردن، طبعا اهتمامش به این باید از همه چیز بیشتر باشه. حالا امیرالمومنین در اوصاف متقین یا اوصاف شیعه به حسب اختلاف روایت، اول چیزی که ذکر می‌فرماید همینه: منطقهم الصواب، سخنشون راست. حالا کلمه صواب شاید یک بار معنایی بیشتر از صدق داشته باشه، تا جزئیات ایناش نمی‌خوام وارد بشم. بفرمایید راست و درست یا راست به جهاست، به جا سخن میگن، بی جا سخن میگن. اونقدر در این زمینه روایات و اینها داریم که دیگه من نمیخوام بیشتر وقت شما را بگیرم. اینا چیزی که نکته ای که تو اذهان زیاد میاد، جوان ها خیلی میتونن سوال میکنن، یعنی تو ذهنشون میاد لااقل این سوال، این که ما در اسلام مواردی داریم که دروغ گفتن جایزه بلکه واجبه، این چطور میسازه با عظمت این گناه؟ این گناهی که باید آدم عادت بکنه که حتی شوخیش هم را انجام نده. در روایات داره مؤمن حتی مزاح دروغ هم نمی کنه. اترک الکذب جده و هزله، یا مؤمن کسیست که من ترک الکذب جده و هزله، حتی شوخی دروغ هم نکنه. این چطور میشه بعضی جاها جایز میشه یا واجب میشه؟ یا توی بعضی داستانهای انبیا اومده که کلماتی که گفتن که مطابق واقع نبوده، تو داستان حضرت یوسف هستن نکم لسارقون و داستانهای دیگری که ذکر شده، یا حضرت ابراهیم فرمود انی سقیم، این چطور میشه؟ اگر دروغ اینقدر بده اینا چجور؟ بله، من جایی اشاره میکنم و رد میشم. در بین فیلسوفان اخلاقی، اونایی که درباره ارزش ها بحث کردن، یه بحث عقلانی و فلسفی، بعضی معتقد شدن که ما یک ارزش هایی داریم که هیچ استثنا نداره، و اصلا ارزش اخلاقی اصیل اونه که استثنا بردار نباشه. این نظریه کانت فیلسوف معروف آلمانی است. او معتقد است که دروغ به هیچ وجهی صحیح نیست، در هیچ جایی به هیچ صورتی دروغ مجاز نیست، اخلاقا ضد اخلاق است. ولی ما میدونیم در اسلام اینجوری نیست. در نظام ارزشی ما در مواردی داریم که مثلا جان مؤمنی در گروه یک دروغ گفتن هست، یا حتی حفظ مال مؤمنی متوقف بر اینکه دروغی بگه، و الا دزدها جائرین مالشو میگیرن چپاول میکنن. اگر یه دروغی بگه که مثلا این مال چنینه چنانه، امانت مال کسیست و مال فلان کس هست، ازش میگذرند، محفوظ میمونه. باید اینجا دروغ بگه، مال مؤمنی که امانت دستشه باید با دروغ گفتن حفظ.
استثناءاتی داره در مواردی در مقام اصلاح ذات البین، برای اینکه دوتا مؤمن که با هم قهرن آشتیشون بدید، اگه بری پشت سرش بگید اون رفیق چقدر به شما علاقه داره، چقدر از شما تعریف میکن، پشت سرش اینجور بگید برای اینکه دلهاشون با هم مهربون بشه، با هم آشتی کنن، این کار خوبیست. من پشت سرشون بگید اون به شما علاقه داره، باش چقدر اظهار محبت کرده، من خبر دارم کجا برای شما چقدر خدمت کرد، دروغ هم باشه، اما این وسیله آشتی کردن دو تا مسلمان بشه، این کار خوبیست، اشکالی نداره. البته اگه یه ضرر بدتری نداشته باشه، فقط همین وسیله آشتی کردن میشه، دل او را مهربان کنیم. اینا استثناءاتیست ما در اسلام داریم. این که این استثناء یعنی چی در ارزش‌های اخلاقی؟ یک بیانش این است که اصل حسن صدق و راست گفتن، ارزش راستگویی شرطی داره، یا به قول ابن سینا یک قید خفی دارد حسن و صدق. این یک مبناست، یعنی دروغ گفتن بد است مگر اینکه مصلحت اقوایی داشته باشی، به شرط اینکه مصلحت اقوایی نداشته باشی. این یک بیان است. شاید یک بیان دقیق تر این باشه که در مواردی ما دو تا عنوان داریم، در اینجا که مثلا دروغ گفتن هست و نجات یک مؤمنی به وسیله دروغ گفتن، دو تا عنوانه، یه عنوان کذب است، یه عنوان نجات جان یک مسلمان. اون نجات جان مسلمان، اون یک حسنی دارد، راست گفتن هم یه حسنی دارد. در عمل نتیجه اینا با هم تضاهم داره. اگر حسن راست گفتن را رعایت کنه، جان اون مؤمن به خطر میفته، یه ارزش از دست میده، یه ارزش مهم. اگر بخواد جان اون را حفظ کنه، هیچ راهی نداره جز این که این دروغ را بگه، فرض این از دیگه. در اینجا چون دوتا ارزش متضاهم هست، این ارزش ها با هم جمع جمری میشه، نتیجهش برایندش میشه صفت این عمل. یعنی اگه مجموعاً اون اندازه ضرری که بر دروغ گفتن مترتب میشه از منها بشه، از اون فایده حسن گفتن، اونی که باقی میمونه باز یک مصلحت اقواییست، این مصلحت لازم الاستیفاییست. اگر لازم الاستیفا هست میشه واجب، اگر راجح الاستیفا هست میشه مستحب یا جایز. به هر حال، حالا این هم یه نکته است مربوط به فلسفه اخلاق. کسایی که در این زمینه ها کار میکنن این مسئله رو باید به این دو صورت تبیین بکنن. بحثش انشاءالله دیگه توی مدرسه. حاصل بحث این که یکی از اصیل ترین ارزش هایی که تمام انبیا به سفارش کردن راست گفتنه. حتی گفتن راست گفتن بیش از نماز و روزه بر ایمان انسان دلالت داره. بنابراین باید مسئله رو جدی بگیریم، سعی کنیم از محیط کوچیک خانواده خودمون، با زن و بچه‌مون، با دوستامون، با همحجره‌مون، همکلاسیمون عادت کنیم هیچ وقت دروغ نگیم. البته دروغ نگفتن معناش نیست که هرچه راست است باید گفت. خب بعضی جاها راست گفتن یک مفاسدی داره، هر راستی را نباید گفت. و غیبت یک عیب گفتن یک راستی است، ولی خب نباید گفت. عیب کسی رو پیشش نباید گفت، ولی راست هم است، هر راستی را نباید گفت. اما سعی کنیم هیچ دروغی را نگیم. اون جاهایی هم که این مسئله فقهی همه اشاره بکنه که اون جاهایی هم که دروغ گفتن جایز است یا واجبه، بعضی از فقها ها احتیاط واجب دارن که در اونجا توریه کنن، یعنی لفظی رو بگه یه معنای خاصی رو اراده بکنه. مثلا وقتی میگه طرف اینجا نیست، منظورش باشه یعنی در این نقطه نیست، اشاره کنه اینجا نیست. لفظ رو هم که این حتی پیش خودش هم دروغگو نباشه، اونقدر زشت این دروغگویی که اونجایی هم که تازه لازم است دروغ بگی، سعی کنه آدم پیش خودش دروغگو نباشه. چون وقتی به خودش اجازه داد دروغ کنن، این یک روزنه میشه برای اینکه بعضی جای دیگه هم شاید
دروغ گفتن تجویز بشه، شوخیش هم جایز بشه، بعد چیزای سبک و ایناش هم مهم نیست، کم کم دیگه بند را آب میده. اینه که لااقل این حسن اخلاقی را داره. بعضی ها تا احتیاط واجب کردن که در جایی هم که دروغ میگه اگر ممکن هست توریه کنه، یعنی لفظ را یه جوری بگه، یه معنایی اراده کنه که طرف چیزی دیگه بفهمه اما قصد خودش یه معنای صحیحی باشه. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.